میزنن. در واقع چیزی که این آخوندها میگن، میگه آقا این داستان از بن دروغ، به امید امام زمان ننشینید، کاری برای کسی انجام نمیدهد، خودتان بجنبید کاری انجام دهید. این چکیده حرف این راسپوتینی بوده است که خودش خیلی خیلی خوب، هیچکس مثل آخوندها نمیداند که این چیزها دروغ هستن، منتها دکان است، دکان بزرگ. مسئله همیشه دوستان اقتصادی بوده، برای اقتصاد بوده، گرفتن اموال. همه این دکان ها برای این امر بوده، کنترل جامعه گرفتن. شما هیچ آخوندی دیدید که بگه آقا من آخر عمرم رسیده، میخوام در راه خدا انفاق کنم، زندگیمو فروختم آوردم گذاشتم اینجا در راه سید الشهدا، نشستم اینجا میخوام همه اینو ببخشم به مردم؟ شنیدید همچی چیزی؟ هرگز شنیدی؟ یا یک پیغمبری رو شنیدید که بیاد بگوید که آقا من رفتم این انوار رو خواهش کردم گرفتم میخوام تقدیم کنم به مردم؟ محال هم چیزی. تمام این دستان ها هر میشود که کلاهبرداری های قدیم بوده، عرض می شود که حماقت و سفاهت و بیعقلی وقتی در دل جامعه رفت، حماقت جاودان میشه. در واقع مارکس هست که میگوید که سفاهت انسان یا حماقت انسان دین رو به وجود آورد و دین حماقت رو جاودان کرد. این رو مرحوم مارکس، خیلی خیلی مغز بزرگی بوده این آقای مارکس، این رو گفته است. اما موضوع برمیگرده به انسان، باز برمیگردم به سخن نخست که چنانچه عدالت در جامعه باشد و قانون، وظیفه قانون هست که سیانت بکند که ادیان مختلف معابد داشته باشند، اون چه میخواهند بکنند، کسی مزاحم دیگری نشود. این اون چیزی است که ما میخواهیم در واقع. یعنی آدم آزادی خواه کسی نیست که بگوید بله اسلام چیز خوبی است، نمیدونم یهودی چیز بدی است، یا برعکس این اسلام خیلی چیز بدی است. نه، این طریق آزادی خواهی نیست. مشکلی که ما امروز داریم با مسلمان نیست و مسلمانان، با اسلام سیاسی است دوستان، با اسلام سیاسی که از همه ظرفیت‌های اعتقادی برای سرکوب مردم و ندادن عدالت و فساد استفاده می‌کنه.